اگر یادتان باشد، دو روز بعد از قیام عاشورا در پیام هشت دی قدم بعدی خامنه ای را با همه هموطنان در میان گذاشتم و گفتم متهم کردن آقای موسوی به اینکه راه مجاهدین را می رود کذب محض و زمین سازی برای ارعاب و اسکات و یا دستگیری است و باند خامنه ای و شرکا به غایت تلاش می کنند کروبی و موسوی و اطرافیان و نظایر آنها را متقاعد کنند که به شرط تأیید یا شراکت در سرکوب مجاهدین و مقاومت ایران و موضع‌گیری علیه آنها از تیغ آخته ولایت در امان خواهند بود. تلاش می کنند مانند لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع آنها را قدم به قدم به همسفری و همسفرگی مجدد در همین راستا بکشانند. استدلال من در آن پیام این بود که موسوی خودش به صراحت اذعان کرده است که هدفش از شرکت در انتخابات بازگرداندن عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بوده است. به عبارت دیگر هدف سیاسی نداشته و هدف اداری آن هم در چارچوب عقلانیت دینی داشته است. اگر درست فهمیده باشم منظور این است که مدیریت شلتاق و پلتاق و حرکات مضحک و بیدنده و ترمز احمدی نژاد مورد پسند او نبوده است. اگر سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در 30 خرداد امسال خوانده باشید، در فردای انتخابات رژیم گفت که در مناظره‌های انتخاباتی همه شرکت کنندگان به دقت مراقب خطوط قرمز رژیم بودند که مبادا ذره‌ای از آنها عدول کنند. به همین دلیل در مناظره‌ها هم هیچ کس حتی برای یک بار از حاکمیت مردم و تعارض ماهوی آن با ولایت فقیه صحبت نکرد و قانون اساسی و سلطنت مطلقه فقیه را زیر سؤال نبرد. هیچ کس حتی برای یک بار از آزادی و اینکه مردم ایران تشنه آزادی هستند حرفی نزد. هیچ کس حتی برای یک بار از اینکه در این رژیم و قانون اساسی آن زنان حق رهبری و ریاست و قضاوت ندارند و از نابرابری و تبعیض جنسی رنج میبرند صحبت نکرد. از قتل عام زندانیان سیاسی و اعدام شدگان در این رژیم حرفی نزد. هیچ کس حتی برای یک بار به قانون ضد انسانی قصاص و سنگسار و دست و پا بریدن و اعدام 150 زندانی سیاسی در 4 سال اخیر تحت عنوان محارب و مفسد اعتراض نکرد. و این آغاز پایان رژیم ولایت فقیه است. البته این حرفا راجع به مناظرهایی که شرکت کنندگان عموم به دقت مراقب خطوط قرمز رژیم بودند که مبادا ذره ای از اونها عدول کنند. و همین دلیل در مناظرها هم هیچ کس حتی برای یک بار از حاکمیت مردم و تعارض ماهوی عموم با ولایت فقیه صحبت نکرد و قانون اساسی و سلطنت مطلقه فقیه رو زیر سوال نبرد. هیچ کس حتی برای یک بار از آزادی و اینکه مردم ایران تشنه آزادی هستند حرفی نزد. هیچ کس حتی برای یک بار از اینکه در این رژیم و قانون اساسی اون زنان حق رهبری، ریاست و قضاوت ندارند و از نابرابری و تبعیض جنسی رنج میبرند صحبتی نکرد.
کسی از اقلام زندانیان سیاسی و اعدام شدگان در این رژیم حرفی نزد. هیچ کس حتی برای یک بار به قانون ضد انسانی قصاص و سنگسار و دست و پا بریدن و اعدام 150 زندانی سیاسی در 4 سال گذشته تحت عنوان محارب و مفسد اعتراض نکرد. این است آغاز پایان رژیم ولایت فقیه.